خب بریم سراغ مثال هفتم از مبحث در واقع انتگرال. خب قراره توی این مثال ما مقدار انتگرال 2x منهای 1 به توان 10 dx رو به دست بیاریم. خب من برای اینکه این مثال رو بتونم حل بکنم یک فرضیه ای رو، یه اسامشنی رو اینجا لحاظ میکنم. فرض میکنم که u من باشه 2x منهای 1، بنابراین اگه از طرف دیفرانسیل بگیرم این طرف تساوی من میشه du، این طرف تساوی من میشه چی؟ 2 dx. بنابراین dx من برابر است با du تقسیم بر 2. این یه نکته، در واقع این پوینت یک من. نکته دوم هم برمیگرده به ریویوی ما از حاصل این انتگرال، که انتگرال به عبارتی x به توان n dx برابر است با چی؟ x به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1، به شرط اینکه n من مساوی با منهای 1 نباشه. حالا با توجه به این پوینت یک من و این ریویوی که خدمت شما داشتم، برمیگردیم به حاصل انتگرال خودمون. آی مساوی است با انتگرال 2x منهای 1 به توان 10 در واقع این dx هم داخل پرانتز می‌نویسم. چرا؟ چون باش کار دارم. خب dx رو میام از پوینت 1 جایگزین می‌کنم با عبارت du تقسیم بر 2، و اینجا هم داخل پرانتز 2x منهای 1 رو طبق این فرضیه‌ای که اینجا کردم برابر با u گرفتم. بنابراین حاصل انتگرال رو میتونم به این شکل بنویسم که انتگرال u به توان 10 ضرب در du تقسیم بر 2. این 1/2 داخل انتگرال رو میتونم بیارم پشت انتگرال، میشه 1/2 انتگرال u به توان 10 du. خب اینجا هم میام از ریویوی خودم استفاده میکنم، انتگرال x به توان n dx میشه x به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1، با این فرض که اینجا n من میشه چی؟ 10. پس میشه 1/2 u به توان 10 به علاوه 1 میشه 11 تقسیم بر 11 میشه 1/22 u به توان 11. خب u من چی بود؟ u من برابر بود با 2x منهای 1، حاصل میشه 1/22 2x منهای 1 به توان 11 و تمام.